کشته شدن قذافی و پایان یک فصل در لیبیا. معمر قذافی سرانجام روز پنجشنبه پس از 42 سال حکومت بر مردم لیبیا در زادگاهش سرت کشته شد. محمد ناطقی سفیر پیشین افغانستان در لیبیا، وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی و مسعود ترشتوال استاد دانشگاه مهمان این برنامه هستند. در آغاز گزارش تماشا کنید. به دنبال کشته شدن معمر القذافی، بارک اوباما بر ادامه حمایت واشنگتن از حکومت تازه لیبیا تاکید می‌ورزد و می‌گوید که اکنون شهروندان لیبیا فرصت دارند تا سرنوشتشان را خودشان بسازند. من افتخار میکنم از کاری که ما در این عملیات انجام دادیم. من فکر میکنم که مردم لیبیا یک فرصت بزرگ را در پیش رو دارند، اما آنان با چالش‌های زیادی نیز روبرو هستند. نخست وزیر بریتانیا میگوید که لندن به حمایتش از مردم لیبیا ادامه خواهد داد. مردم در لیبیا امروز یک فرصت بزرگتر را دارند و باید برای یک آینده دموکراتیک گام بردارند. در حالی که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از کشته شدن قذافی به عنوان یک لحظه تاریخی یاد می کند، اما هشدار می دهد که چالش های زیاد پیش روی مردم لیبیا نیز قرار دارند. هوگو چاویز رئیس جمهور ونزوئلا که یک دوست و متحد قذافی است، کشته شدن وی را غم انگیز می داند. هرچند سخنگوی وزارت خارجه ایران کشته شدن معمر القذافی را یک پیروزی برای مردم لیبیا می داند، اما تاکید می ورزد که نیروهای خارجی باید هرچه زودتر لیبیا را نمایند. در همین حال نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه میگوید که با کشته شدن معمر القذافی مداخله نظامی ناتو در لیبیا به پایان نزدیک شده است. همزمان با این دبیر کل اتحادیه عرب میگوید که با کشته شدن معمر القذافی حکومت استبدادی در لیبیا به پایان رسید. رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو امیدوار است تا پس از کشته شدن معمر القذافی صلح در لیبیا برقرار گردد. حکومت ژاپن، نخست وزیر استرالیا و دبیر کل ناتو از تمامی شهروندان لیبیا میخواهند تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و برای یک آینده روشن‌تر یکجا کار نمایند. پس از 42 سال حاکمیت ترسناک دگرب القذافی به پایان رسید. ناتو و متحدانش موافقان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای محافظت از غیر نظامیان در لیبیا عملی کردند. این یک روز تاریخی برای ملت لیبیا است. مردم لیبیا اکنون باید متحد شوند، شهرهایشان را بازسازی نمایند و یک حکومت موقت را که ملت را به سوی آینده دموکراتیک و صلح‌آمیز سوق دهد ایجاد نمایند. در همین حال سازمان عفو بین الملل می گوید که باید چگونگی کشته شدن معمر القذافی به گونه بی‌طرفانه بررسی شود. این گفته ها در حال ابراز می شوند که نیروهای شورای ملی انتقالی لیبیا با حمایت حمله های هوایی ناتو سرانجام روز پنجشنبه توانستند به حاکمیت 42 ساله معمر القذافی به گونه کامل پایان دهند. به گفته مقام های شورای ملی انتقالی، افزون بر معمر القذافی، معتصم قذافی یکی از پسرانش و وزیر دفاع وی در شهر سرت کشته شدند. این مقام ها می افزایند که سیف الاسلام یکی دیگر از پسران معمر القذافی و موسی ابراهیم سخنگوی قذافی در بازداشت به سر می برند. باز هم خوش آمدید. آقای ناطقی، شما که زمانی سفیر بودین در لیبیا از جانب افغانستان، با کشته شدن قذافی گفته می شه یک فصل دیگری در لیبیا آغاز شده. حالا کار انقلاب را در لیبیا پس از کشته شدن قذافی چگونه می‌بینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دوستان و بینندگان عزیز. در حقیقت قذافی و نظام قذافی به تاریخ پیوست و فصل دوم در سیاست و در اداره و در حکومت لیبیا آغاز شدند. تحلیل ما این است که در این حالی که شورای انقلابی در لیبیا در جریان این 9 ماه بسیار بسیار خوب عمل کردن و فوق العاده در عرصه‌های سیاسی و نظامی در مبارزه با رژیم معمر القذافی اینا بسیار منظم عمل کردن، هم نیروهای جنگی خیلی خوب سازماندهی کردن و هم ارتباطاتی بسیار فوق العاده را با دنیای خارج، با جامعه جهانی برقرار کردن. و نکته خیلی مهمی که ما در طی این 9 ماه دیدیم بود که در حدود
8 ماه به صورت مستمر لیبیا بمباران شد توسط نیروهای ناتو، اما تلفات در نهایت در یک جنبندی تلفات ملکی به نهایت کم بودن. و دلیل مسئله و فلسفه این مسئله برمیگرده به همکاری کم نظیر شورای ملی انقلابی با نیروهای بین المللی، که اینها متعهدانه و بر اساس یک وجدان ملی عمل کردن که تلفات به نیروهای ملکی به حد اقل برسه و اون پایگاه ها و ساعت های نظامی که مربوط به آقای قذافی بود و اینها را در هم بکوبه، با ماشین جنگی آقای قذافی را در حقیقت متلاشی کردن. نکته سوالی که شما کردید اینه که این همه خوبی ها و مثبتاتی که ما در شورای ملی انقلابی شاهد بودیم و هستیم، در این حال این شورا با چالش های بسیار عمده که از همین الان شروع میشه، یعنی از بعد از مرگ آقای قذافی، ما شاهد چالش ها و مشکلات بسیار جدی در پیش روی شورای ملی انقلابی هستیم. اولین مشکلی که اینا داره اینه که مسئله این اسلحه‌ای که به صورت خیلی گسترده و وسیع در اختیار مردم گذاشته شده و نیروهای به اصطلاح نامنظم این همه اسلحه رو در اختیار گرفتن. یعنی شما فکر میکنین کار انقلاب در همینجا پایان یافته پس از کشته شدن قذافی؟ نه، من فکر میکنم که مشکل انقلاب تازه شروع شدن. یعنی فصل اول فصل به اصطلاح نابودی و متلاشی کردن یک نظام سیاسی بود که نظام آقای قذافی، این به خوبی به پایان رسید. من همونطور که عرض کردم فوق العاده نقش تاریخی خر شورای ملی انتقالی بازی کردن. اما در فصل دوم که فصل مدیریت، فصل بازسازی، فصل بالاخره اجتناب جنگ های داخلی است، فصل به اصطلاح رفاه و آسایش مردم است، این فصل فصل خیلی مشکل است. اینا چه رقم ساختار سیاسی به وجود میاره؟ دولت اداره موقتی که الان اینا میخواه به وجود بیاره، این اداره موقت با چی ترکیب خواهد بود؟ آیا جدال ها و کشمکش های جناهای داخلی به چی صورت حل خواهد شد؟ در حالی که ما شاهد هستیم که شورای موقت، شورای ملی انتقالی موفق نشد در نشست، در سه نشست قبلی در طرابلس که اینها یک دولت، یک اداره موقت را تشکیل بده. این نشان میده بر اینکه این جناهای متفاوت اسلامگرا و لیبرال و چپ در این شورا هنوز هم با مشکلاتی برای تشکیل یک اداره موقت هستند. آقای مجدب، پس از دستگیری آقای قذافی به شکل زنده و کشته شدنش به صورت نامعلوم، یک دار واکنش ها را در سطح جهانی برانگیخته. شما فکر میکنین که چی در پشت صحنه بوده، چی باعث شده که آقای قذافی به صورت نامعلوم کشته شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان تلویزیون طلوع و خدمت دوستان عزیز، عرض کنم که صحنه را که نشان داده شد در تلویزیون ها اینطور نشان میده که آقای قذافی را اول به نظر میرسه که موتر عامل آقای قذافی مورد حمله موشکی قرار گرفته توسط یکی از تیارات ناتو و این شاید زخمی شده و به زیر یک پل پناه برده و بعد از او نیروهای شورای انتقالی لیبیا این را از اونجا بیرون کشیدن. در لحظه که انتقال میدن صدای سه گلوله شنیده میشه و در همین لحظه است که قذافی که زنده بود کشته میشه. یک احتمالی است که کسی که را کشته دشمنش نبوده، بلکه از کسانی بوده که از این که قذافی هم به سرنوشت صدام حسین گرفتار شود و او را تحقیر بکنن به همون شکل و هر روزی را به دادگاه بیارن و ببرن و ازش تحقیق شوه و این تحقیر شوه، این را نخواستن که چنین شوه. من فکر میکنم که کسی که را کشته به هیچ صورت نمیتوان با گمان اغلب که او را گفت که، ولی یک سناریوی دیگه هم در کنار ازی گفته میشه که نخواستن که اونقدر موضوع جنجالی شوه که باز ماها طول بکشه تا به محکمه کشیدن این روند. ببینین این مسئله به خاطر کسایی که اینجا آمدن، اینا افراد سیاسی نبودن، کسایی که از اونجا از پناهگاهش بیرون کشیدن. حتی زمانی از قول مصطفی عبدالجلیل آمده که گفته پاداش میته برای کسی که جسد قذافی را برای و کشته شدن. خب این مسئله دیگه هست، یعنی
به خاطر اینکه اطرافیان قذافی را به این تشویق کرده باشند که از بین ببره و از خونریزی‌های بیشتر جلوگیری شود، به او خاطر شاید حرف زده باشه. اما در این رابطه با این مسئله خاص، افرادی که در اونجا هستند تمام جنگجویان هستند، اینا به این مسائل سیاسی زیاد توجه ندارن، اما به صورت ناگهانی صدای فایر شنیده میشه، بعد از او قذافی کشته میشه، همچنان پسرش که معلوم میشه که اول زنده بوده و بعد از او در شفاخانه بوده. حالا اگر این سناریو در مورد قذافی صدق بکنه، در مورد معتصم چی؟ من فکر میکنم که در اونجا شاید قضیه مسئله بیشتر انتقام گیری بوده باشه، چرا پسران قذافی هم هر کدامشان در مناسبی که داشتن مردم زیاد اذیت کرده بودند در طول سالهای گذشته، و همچنان یک رقابت بین دو برادر هم وجود داشته، سیف و معتصم با هم در یک رقابت بودن که کدامش جای جانشین پدر شود. مسائل از این مسائل هم بوده، اما در رابطه با قتل قذافی من فکر میکنم همونطور یک چیز شاید بیشتر بتونه، البته در نتیجه تحقیقاتی مثلا روشن‌تر خواهد. آقای ترشتوال، نوپیلای کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات گسترده در مورد کشته شدن قذافی شده، شما فکر میکنین که این یک دشواری را روی کار شورای انتقالی نمیگذارن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و اساتید محترم شریکی در بس و همینطور همکاران محترم شما و بینندگان محترم عرض احترام دارم. بدون تردید من با این دیدگاه کاملا موافق هستم که واقعا جریانی که در لیبیا اتفاق افتاد وارد یک مرحله جدید تاریخی شده، یعنی تحولات اتفاق افتاده را در لیبیا باید به دو مقطع تقسیم بکنیم، به دو مقطع زمانی، یک مقطع قبل از کشته شدن قذافی است و مقطع بعدی کاملا بعد از کشته شدن قذافی است که با روی کرده های مختلف میتونیم این را به تحلیل بنشینیم. یکی این که بحث خود حالا به تعبیر وارد شدن ناتو در قضیه لیبیا هنوز بحث بسیار جدی در مبحث حقوق هست، هنوز هم که شما امروز دیدین که اولین واکنشی که به ناتو با او روبرو شد واکنش مردم بومی خود لیبیا بود، و حتی تا زمانی که ناتو هم به این قضیه وارد نمی شد به قضیه لیبیا، اجماع تحلیل بر این هست که حتی اون اتفاقاتی که در لیبیا افتاده بود او را می تانست که قذافی مهار بکنه، با توانی که در داخل داشت می تانست مهار بکنه، و تحلیل خوبی هم غربی ها و ناتویی ها داشتن از این قضیه که وارد شدن، و این قضیه سبب شد که به هر صورتش که عمر حکومت معمر القذافی به پایان برسه، که هنوز هم جای بحث است که چرا حالا مطابق ماده 33 منشور که فصل 6 منشور میشد عمل نشد، حالا رفتن به فصل 7 منشور، و ناتو هم که اعضایی که تصویب کننده که این قطعنامه در ناتو هم که بودن، اونها کسانی بودن که دارندگان حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل بودن، که یک بحث جدایی هست که واقعا ایجاب تحلیل بیشتری را میکنن. نقطه دوم بحث کشته شدن قذافی هست و تحولات بعد از قذافی که اتفاقا خیلی مهم هست. ما یکی از تحلیل هایی است که اتفاق در مصر میفته، اون اتفاق را ما شاهدش نباشیم، یعنی هنوز بحران به وجود آمده در لیبیا هنوز مدیریت نشده، هنوز شورای انقلابی لیبیا هم واقعا به صراحت نمیتونه که از تشکیل یک حکومت مبتنی بر آرای مردم یا مبتنی بر همون دیدگاه های مردمی که در آغاز بود از او یک تشکیل یک چنین حکومت صحبت کنن. و همین نگاهی هم که امروز بحث تحقیق مطرح شده یک نوع دیگری از مداخله است، که یعنی این تحولات را وارد یک فرایند جدیدی کرده، یعنی به هر نحوی هنوز هم پای سازمان ملل در این قضیه دخیل هست، و حتی ما ماده ای را داریم، ماده دهم همون به عنوان یک دکترین هم امروز ازش استفاده میشه، ماده ده اون پیشنهاداتی که در کمیسیون حقوق بین الملل مطرح است صراحت داره که حتی بسیار صریح است که حتی جنبش های شورشی که در یک کشور وارد میشن و به قدرت میرسن و یک دولت جدید را ایجاد میکنن، حتی بعد از اینکه دولت جدید ایجاد میشه تمام اتفاقات و ناامنی هایی هم که در طول دوران جنگ اتفاق افتاده ای به عهده همین دولت جدید هست. بنابراین دولت جدید هم با چالش های بسیار جدی حقوقی روبرو است، اگرچه که امروزه تحلیل ها بیشتر با رویکرد سیاسی هست نه حقوقی،
و ولی پای حقوق را در این قضیه کشاندن که این قضیه را ببرن به سمت تحقیق تا چالش های دیگری را به این قضیه تعریف بکنن. ولی فرصت خوبی است که بتانیم بگیم که قذافی هنوز هم تایید نشده که قطعا خود انقلابیون لیبی آمدن گرفتن و کشتن و کلی کار را انجام دادن. یکی از بحث ها این هست که قذافی گویا توصیهش یا ببخشین وصیتش گویا همی بوده باشه که در صورتی که ما در آخرین نقطه قرار میگیریم که دیگه چاره ای نمی داشته باشم، مرا به سرنوشت بسیار تحقیرآمیزی که رهبران پیش از ما گرفتار شدن با اون وضعیت ما دچار نشوم، خوب است که مرا مثلا بکشین. یکی از گپا مثلا میتونه این باشه. به هر حالتش قضیه تحقیق یک بحثی است که مربوط میشه دیگه کاملا از بحث دایره مردم لیبیا برآمده رفته به بحث سازمان ملل و شما میبینین که آقای اوباما و دیگران حتی به عنوان موفق این مأموریت ناتو و مأموریت خودشان در مسائل حفظ صلح و امنیت بین المللی که کلانترین مسئولیت شورای امنیت در سازمان ملل تلقی میشه ایره قلمداد کردن. آقای ناطقی، گمانه های مطرح میشه از ای که ناتو دست داشته در کشتن آقای قذافی. اگر این چیزا فربه شود در درون لیبیا، شما فکر میکنین که آینده شورای انتقالی را چگونه خواهد ساخت؟ یک مقدار از دید مردمی جدا نخواهد کرد؟ خب یک مورد مشخصه که اینا وقتی که به اصطلاح مستأصل شدن و در حی دو، یک منطقه است به نام منطقه حی دو که آقای منصورزو که در واقع همون مسئول محافظین آقای قذافی است، او گفت که وقتی ما از منطقه حیدو تصمیم گرفتیم برای اینکه خارج شویم اینجا، اینا به سمت ابتداعا میخواستن به سمت شرق بره، بعد اونجا هواپیماهای ناتو آمدن این کاروان نظامی از اینا رو بمباران کرده و اینا برگشتن مجبور شدن که به سمت غرب حرکت کنن، به سمت مصراته که بعدم در مسیر نیروهای انقلابی رای از اینا رو گرفتن. اینا تا این مرحلهش مشخصه برای اینکه بمباران اتفاق افتاده از ناحیه ناتو، اما قدر مسلم در اینه که الله، خب ناتو برای اولین بار بمباران نکرده، ناتو 8 ماست که لیبیا را بمباران میکردن و مراکزی را که احساس میکردن که از اونجا بالاخره یک مرکز نظامی است و یک سایت نظامی است را در هم میکوبیدن. این مسئله تازه نیست، تا اینجا مسئله مسلمه. منتها نکته اساسی در اینه که آقای قذافی به صورت زنده و نسبتاً میتونسته با پا را باره و همین تصاویری که شما نشان دادید نشان میده که آقای قذافی زنده دستگیر شده. آقای قذافی زنده دستگیر شده، بنابراین از لحظه ای که آقای قذافی دستگیر میشه، یعنی سرنوشتش از این خط به این از این نقطه به این نقطه منتقل میشه، اینجا مسئولیت های حقوقی جدیدی پیش میاد. بنابراین شورای ملی انتقالی با یک چالش جدی مواجه است که مسببین این قتل باید شناسایی شدن. این آدم زنده بوده، فکر میکنین کار چه گروهی بوده در اینجا؟ آیا شما موافق هستین به قول آقای مجدک از طرفداران و اواخوان خود آقای قذافی؟ گفتم که یک مسئله است که الان در به اصطلاح در معرض تحقیق باید قرار بگیره و امروز هم اشاره شده بر این به صورت جدی که باید این مسئله تحقیق شود. ما به صورت قطع نمیتونیم بگیم در اینجا که آیا واقعا طرفداران آقای قذافی یا وصیت آقای قذافی همی بوده که بالاخره ما را شما بکشین، گرچه خودش هم یک تفنگچه طلایی داشتن که او را از دستش گرفتن. اینا منتها این مسئله است که ما به صورت قطع الان نمیتونیم این حرف را بزنیم که آیا واقعا کسانی که آقای قذافی را کشتن از طرفداران آقای قذافی بودن، از دوستان آقای قذافی بودن، بر اساس همون تحلیلی که آقای قذافی نباید تحقیر شود، نباید بالاخره سرنوشت صدام را در محکمه و در دادگاه اینا در پیش بگیره، حالا چی محکمه در داخل لیبیا، چی محکمه در لاهه، در هر صورت آقای قذافی باید محکمه میشد. یعنی مسئله انسانیشی، مسئله حقوقیشی، مسئله چیزیش هم نیست که آقای قذافی وقتی که دستگیر شده دیگه در این فصل محکمه و اینا مسئله اینجا کشتنی صحرایی، محاکمه صحرایی بی‌معناست و اصلا یک کار غیر انسانی است. لذا این حرکت که آقای قذافی زنده دستگیر شده و بعد کشته شده، به نظر از ما یک حرکتی
مجرمانه هستند. این مسئله باید تحقیق شود. اینجا مسئله محاکمه صحرایی نبوده، در اینجا باید این مسئله تحقیق شود. حالا مسبب این مسئله هر کی میخواد باشه، بنابراین باید حساب بده در اینجا که چرا این اسیر را شما گرفتین و کشتین. این مسئله از لحاظ حقوقی قابل بررسی و قابل تحقیقه. ولی من احتمال بسیار زیاد میدم، چون فضا فضای بسیار بسیار ملتهب و متشنج هستن اینجا، احتمال بسیار زیاد داره که خود همین نیروهای مجلس انتقالی رو کشته باشه، چنان که پسرش آقای معتصم را که در اونجا زنده بود، حتی با نه با مرمی اسلحه سبوک، بلکه با اسلحه سنگین، یعنی با چیز دیره انتقالی کشتن. چی می‌خواسته با کشتن آقای قذافی که بدون اینکه بهش روند محکمه رو رفتن؟ این نیروهای انقلابی قابل کنترل نیست. این نیروهایی که الان در جنگ و خصوصا در سیر شما می‌بینید تلفات نیروهای مجلس فوق العاده زیاد بودن، اینا در دریای خون شناور بودن و اصلا قابل کنترل نبودن و هیچ کسی بر اعصاب و بر به اصطلاح عواطف و احساسات خود کنترل نداشتن. بنابراین همین که دیدن قذافی است خود کشتن دیگه. در اینجا اصلا محاسبه این که فردا ما دستگیر میشیم، فردا از ما سوال میشه و فردا ما باید حساب بدیم، اصلا این محاسبات عقلانی و خردانی نبوده. اینجا اصلا محاسبه عقلی نیست. در اینجا همین که دیده قذافی گرفتن ایره کشتن. و یک احتمال زیاد، احتمال دیگرش هم اونطور که الان به شدت طرفداران مجلس انتقالی و شورای انتقالی تحلیل میکنه، ما در لندن و در پاریس و در نیویورک و در همه جای مفسرین از اینا را که ما مقالات شده و تحلیلات شده خواندیم، اینا سعی میکنه تبرئه بکنه که این کار را نیروهای مجلس نکردن، چون این تبعات حقوقی بسیار سنگینی داره. اونا تاکید میکنه بر این نکته که بالاخره خود بادیگاردای آقای قذافی این کار کردن و در حقیقت مسبب قتل آقای قذافی نیروهای مجلس انتقالی نیست، بلکه نیروهای مرتبط با آقای قذافی هستند. بله آقای مجد، از زمانی که ناتو عزمش را جزم کرد برای اینکه بربشینه بساط قذافی را، همگان میپنداشتند که یک چنین آینده در انتظار قذافی است، اما برخلاف انتظار 8 ماه طول کشید پس از آغاز عملات ناتو که آقای قذافی زنده ماند. شما فکر میکنین که پنهان ماندن از چشم انقلابیون و نیروهای ناتو دلیلش چی بوده؟ ببینید، آقای قذافی در شهر ترابلس پناهگاهی بسیار مستحکمی داشت و حمله ای که به شهر ترابلس توسط انقلابیون صورت گرفت، البته با کمک ناتو بود و اینا از راه بحر هم حمله کردن از راه دریا و به این ترتیب چیزی را که اونا فکر نمی کردن تقریبا تانستن اینو را غافلگیر بسازن. نقشه‌ای که طرح شده بود بسیار نقشه دقیقی بود، یک تعداد در داخل خود شهر وجود داشتن، اونجا مسلح شده بودن افراد و چون حالت هم طوری بود که برای همه کنترل آهنین آقای قذافی از بین رفته بود، اینا تانستن که این شهر ازش بگیرن و مقاومت بسیار قویه که شد در داخل شهر ترابلس بود، در پایتخت که اونجا مکانهای بسیار چنانچه در تلویزیون ها دیدیم که جاهای بسیار مستحکمی را برای دفاع از خود به وجود آورده بود. اما وقتی که از اینجا بیرون میشه و میره به شهر زادگاه خود سرت، اونجا یک منطقه بیابانی هست، یک جایی هست که اطور تدابیر برش گرفته نشده و بنابراین این بیشتر متکی بود به همون قبیله قذازفه که باید از این حمایت میکردن، یعنی اقوام خودش. و البته سرت یک شهری است که یک طرفش بحر است و اطرافش هم صحرا است، جایی نیست که در اونجا بتوان به صورت درست از اون منطقه دفاع کرد. اما در شهر مبدل شد به یک ویرانه در طول جنگ ها. امی حالا میگفتن که در این شهر در هر گوشه و کنار اجساد پراگنده است و شهر به صورت کامل ویران شده. در مدت که جنگ در شهر جریان داشت، مردم با بسیار زحمت خود تانستن از شهریان شهر سرت خود بیرون بکنن. اینا حالتایی بود که البته یعنی انتظار ای میرفت، انتظار چنین لحظه ای میرفت و هیچ کس نمیتونست ایره یعنی پیشبینی نکنه که سرنوشت قذافی چی است. چرا؟ آقای قذافی در هیچ جای در هیچ گوشه دنیا دوست نداشت، دوستی برای خود نگه نداشته بود. بعضی دوستایی در ونزوئلا که آقای هوگو چاوز در تازه ترین پیام گفته که یک زایی هست و اصفناک خونده. بله البته کسانی که یکانه دوستش بله اوتور در کشورهای مثلا شخصیت مثل نلسون ماندلا از دوستای قذافی بود، در آفریقا از دوستایش بود و حتی اینا حتی رژیم قذافی رو تا به آخر به رسمیت شناختن و تا کنون هم گفتن که چون قذافی بر علیه آپارتاید یکی از دوستان ثابت قدم ما بود، در اون دوره بسیار حساس و خطرناک از ما حمایت کرده
بنابراین ما حاضر نیستیم که حکومت جدید به رسمیت بشناسیم. قذافی هنوز به عنوان رهبر لیبیا رسمیت میشناسیم در این زمان. یعنی بنابراین میتوان گفت که قذافی کشته شدنش به خاطر این بود که در حقیقت او قصد خروج از لیبیا را نداشت. او باید در اینجا میماند، باید مقاومت میکرد و همونطور خودش گفته بود. البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که قذافی تا آخرین روزها هم در پیام‌هایی که میداد از مردم لیبیا میخواست که بر علیه اشغالگران مقاومت بکنن و قیام کنن، و این نشان میده که واقعا او در یک دنیای دیگه زندگی میکرد، دنیایی که با واقعیت‌های که قابل لمس بود با او فرسنگ‌ها فاصله داشت. او فکر میکرد که انقلابیون را هم به زمانی گفت که اینا موش‌ها هستن و بله. گفت که مسائل عرفایی را مثلا البته در گذشته هم آقای قذافی از این عرفای عجیب و غریب زیاد گفته و این کدام چیز تازه‌ای نبود، اما آنچه که مهم است این است که به هر حال قذافی کشته شد و برای شورای انتقالی لیبیا دوره ویرانگری یک نظام به پایان رسید و آل دوره همونطوری که دوستا اشاره کردن دوره بازسازی هست. شما فکر میکنین که چنین چیز اتفاق خواهد افتید از ویرانگری به بازسازی؟ این شورا توانایی را، چالش هایی که در برابرش قرار داره از یوبور خواهد کرد؟ بله، البته همونطوری که میدانیم لیبیا کشوری است با نظام قبایلی، اما آنچه که ما دیدیم در طول چند ماه گذشته این بود که ما نوع یعنی قبیله گرایی را در اونجا ندیدیم جز در منطقه سرت و از قبیله خود آقای قذافی که ازش حمایت کردن و تا به آخر جنگیدن. دیگرا یعنی تمام قبایل دیگه بر علیه قبیله آقای قذافی با هم متحد بودن. یعنی در حقیقت قذافی یکی از کارهایی که کردی بود که نظام قبایلی را در لیبیا به شکل در آورده بود که باید از خودش اطاعت بکنن و وقتی که اونا اطاعتشان به پایان رسید کار به اینجا رسید. به هر حال آنچه که ما در آینده انتظارش داریم و امید داریم این است که و بدون شک این کار خواهد شد، کسانی که در رأس شورای انتقالی لیبیا هستند کسانی هستند که در طول دوران طولانی با قذافی هم همکار بودند، در دوره‌های مختلف اینا از قذافی جدا شدند. بنابراین این شخصیت‌ها خودشان در لیبیا تجربه کافی دارند و من فکر می‌کنم که توان این را دارند که لیبیا را از حالت بحرانی بیرون کنند. سپاسگزار. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. همچنان با باز هم خوش آمدید. آقای ترشتوال، سرلیو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در واکنش به مرگ قذافی در صفحه فیسبوک خود نوشته جنگ در لیبی پایان یافت. فرانسه نیز اعلام کرده با مرگ قذافی عملیات ناتو در لیبی در واقع پایان یافته. آیا واقعا جنگ در لیبیا با کشته شدن معمر قذافی پایان یافته؟ من فکر میکنم که ما میتونیم بگیم که حکومت یا حاکمیت قذافی بر لیبیا پایان پیدا کرده و تاریخ پیوسته، اما این پایان جنگ های داخلی و پایان بحران در لیبیا نمیتونه باشه. همون طوری که ما در کشورهای دیگری شمال آفریقا و کشورهای عربی هم شاهد این قضیه هستیم که مدت زیاد گذشته که به حاکمیت یک چنین شخصیت ها و چهره ها و دیکتاتور ها را به تعبیر هرچی نامش را بگذارین پایان داده شده، اما آغاز بحران های متعدد داخلی دیگری بوده. من فکر میکنم به دو تا دلیل میتونیم بگیم که آغاز یک فصل جدیدی از جنگ و از ناامنی در داخل لیبیا میباشه. یکی این که ویژگی های شخصیتی خود قذافی و ویژگی های مثلا انقلابی گریش، نظامی گریش، اون خصوصیاتش که تا پای مرگ او را کشاند، این یکی از عوامل است که هنوز متحدین و وفادارانی داره که به شدت همچنان حامی قذافی هستند حتی بعد از رفتنش هم. نقطه دومی است که ستون فقرات اصلی در سیاست خارجی قذافی سه تا محوری بود که این سطح محور ما در کشورهای دیگر عربی نداشتیم. یکی این که هیچگاه آمریکا را به عنوان یک متحد استراتژی قلمداد در طول تاریخ لیبیا نکرد قذافی، و بحث مسئله اسرائیل هم همچنان به همین وضعیت بود. به عربهای موسوم، به عربهای واقعگرا مثل کشورهای عربستان، مثلا کویت، مثل سوریه، مثل کشورهای دیگری مثل خود مصر، با این کشورها هم همچنان اینا را تقریبا از دست داده بود. قسمی که پیشتر مجلس بشاره کردن در کشورهای عربی خیلی دوست آنچنانی نداشت که همچنان با قذافی باشه، که گرچه که بعضی از این کشورها و چهره ها عملا در ظاهر قضیه یک نوع
تعامل و یک نوع تمایل به قذافی داشتن. و شما دیدین که یکی از عوامل بسیار مهمی که بستر آمدن ناتو و مداخله صریح ناتو را فراهم کرد همین فیصله عربا بود که از قذافی حمایت نکردند و برای پایان دادن به رژیم به رهبری قذافی از یک چین اقدامی حمایت کردند و تقریبا رضایت نشان دادند، کاملا رضایت نشان دادند. بنابراین با این عواملی که عرض کردم لیبیا وارد یک فصل نوی از مسئله داخلی شده که من فکر میکنم که 4 تا احتمال وجود داره که در داخل لیبیا بیفته. یکی این که چون ما در بحثی بسیار جدی که حتی در مبحث حقوق بین الملل هم مطرح است، این است که حکومتی که قذافی داشت و جنبش شورشی هم که آمد یا انقلابیونی که نامش میگذارن که آمد، این انقلابیون قبل از اینکه نقطه اتمام به حاکمیت قذافی بگذاره به رسمیت شناخته شد از طرف خیلی از کشورها، گرچه که به صورت دفاکتو به رسمیت شناخته شد هنوز اون حالت دوجوره هم مطرح نشده بود، یعنی به صورت صریح و به صورت انفرادی و گاهی هم به صورت جمعی و گروهی. خب از قول شورای انتقالی آمده که فردا کشور آزاد لیبیا را اعلام خواهند کرد. ببینین یک نقطه را عرض بکنم که در مبحث مربوط به حقوق بین الملل جایگاه شناسایی زمان مطرح میشه که یعنی شناسایی یعنی قائل بودن اعتبار و صلاحیت به دولت شناسایی شونده از جانب دولت شناسایی کننده به عنوان یک عضوی از جامعه جهانی، یک عضوی از نظام بین المللی. بنابراین در طی 4 فرایند میتونیم که ما بگیم که یک دولت به وجود آمده، حتی اگر شورای انتقالی هم اعلام کرده باشد. یعنی از نظر حقوق بین الملل ما با گذشتن یا طی 4 فرایند یک دولت جدید تشکیل میشه. یکی انفصال است، مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق که به هر صورت به 14 جمهوری تقسیم شد. دوم بحث ادغام هست، بحث ادغام که دو تا کشور مثلا یک جا میشه مثل غرب و آلمان غربی و شرقی که جمهوری فدرال آلمان تشکیل داد. نقطه سوم بحث استقلال هست، بحث استقلال در عصر استعمار زدائی مطرح میشه که با همون اصل به اصطلاح اصل حق تعیین سرنوشت ملل هماهنگ است که این اتفاق هم در لیبیا نیفته. یعنی عملا استدلال انقلابیون یکی همی است که به اسارت گرفته بود که امین یعنی و چهارم شناسایی وسیع بین المللی. ما نه شناسایی وسیع بین المللی را فعلا داریم، نه انفصال را فعلا داریم و نه ادغام را فعلا داریم. اگر اینا استناد بکنن به این که بحث استعمار را مطرح بکنن یا دوران استعمار زدایی و استقلال را مطرح بکنن، اصل استعمار زدایی از نقطه نظر ماهوی تقریبا به پایان رسید، از نظر شکلی به پایان رسیده و از نقطه نظر ماهوی حالا استدلالات وجود داره. بحث بر سر این قضیه است که کشورهای مثل ترکیه، خیلی از کشورهای عربی تلویحا و به صورت ضمنی، نه به صورت سریع، به صورت ضمنی اصلا حکومت انقلابیون تقریبا به رسمیت شناخته بودن. همین که اجازه میدادن که یکی از اون مشخصه ها و شناس همیست که یعنی اجازه بودن که نماینده یک حرکت شورشی بیاد در شورای کلان کشورهای دیگه شرکت بکنه که این کار را به انقلابیون لیبیا قبل از اینکه نقطه اتمام به حکومت قذافی برسه این اجازه را دادن. نقطه مهم اینجا که تبعات بعضی چی اتفاق میفته. من فکر میکنم قسمی که قبلا عرض کردم دو سه تا احتمال بسیار جدی وجود. یکی این که غربی ها مثل که در مصر این کار را انجام دادن، اجازه نخواهند داد که مردم لیبیا بازم به سرنوشت خودشان حاکم شوند. یعنی به نحوی از آنها یک نظامی دست نشانده ای را بگیریم بیارن در لیبیا که او بتونه منافعش را تامین. چون قذافی واقعا نمیخواست که، یعنی همون طور که پیشتر در فرمایشات خود شما هم بود که مثلا مداخله گرای ناتو را موشه ها عنوان میکرد، این همیشه در عمرش همین یک چین ادبیاتی داشت، کاغذی را که مثلا انداخت در مجمع عمومی سازمان ملل و مردم 20 دقیقه صحبت بکنه و یک ساعت صحبت بکنه، به هیچ یک از عرف دیپلماتیک و نزاکت های دیپلماتیک مثلا باورمند نبود، یک چین ادبیات اینچنین داشت. من فکر میکنم یک اتفاق این میفته که احتمال این وجود داره که حکومت دست نشانده به وجود بیاید و باز هم ما شاهد یک تغییر و بهبودی بسیار جدی در لیبیا نباشیم. احتمال دوم این هست که در سیاست خارجی تغییر بسیار جدی به وجود بیاید، اما همچنان ساختارهایی که در درون لیبیا وجود داره او حفظ شود. احتمال سوم هم ایست که اجازه بدن که کشورهای موسوم به واقع‌گرای عربی عملا در این قضیه مداخله بکنن و هم در حوزه سیاست‌های داخلی و هم در حوزه سیاست‌های خارجی تغییرات بسیار جدی و بنیادین را به وجود بیارن، که در این صورت است که
یکی از مشخصات انقلاب هاست که انقلاب ها معمولا گذر از وضع موجود و رسیدن به یک وضعیت مطلوب هست و بنیاد همه ساختارها را در هم ریختن، که این احتمال این هم و احتمال چهارم هم این وجود داره که مردم لیبیا دچار یک انشعاب درونی هم شون، همون طوری که اصلا در حال حاضر هم میگن به دو دسته همون اسلام گرایان هست همون امین حالا یک قسمت اینطوری تقسیم بندی کردن مثلا گویا رادیکالیسم نمیفهم که اسلامی و تروریسم بین المللی و یک مسائل عناوین عجیب و غریب را آورده رایسن، مثلا این بحث تحقیقی در مورد قتلش، یعنی به نحوی از آنها دنبال تعریف چالش های متعدد دیگری هستند که این برمیگرده به پس لرزه های انقلاب پسا به اصطلاح قذافی، که من فکر میکنم که در مجموع میخوام که این نقطه را عرض بکنم که اصلا آمدن در لیبیا یا آمدن در کشورهای دیگر نمیشه واقعا با روی کرده های حقوقی را تحلیل کرد، چون عملا بحث حقوق بین الملل در این قضا خیلی از این قضایا پایمال شده است که هنوز همین بحث شناسایی در حقوق بین الملل که قسمتش ما عرض کردم همین با چالش روبرو است، بلکه کاملا با نگاه های کاملا سیاسی، بحث نفت از بحث اقتصاد از بحث درآمدها است، بحث منطقه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و ویژگی های ژئوکالچر منطقه خاورمیانه است، یک چنین نگاهی است که من فکر میکنم که با اون تئوری که مکیندر مطرح میکنه تحت عنوان هارتلند فقط بدنبال تسلط بر منافع بر منطقه قلبی هستند و که اون هم میتونه خاورمیانه باشه، یک چنین نگاهی این چنینی به نظر میرسه. اینا تقی دشواری های پیش روی یکی که پیشتر شما گفتین عموم مسئله خلصلای ای گروه هست، با توجه به چند دستگی قومی که در لیبیا هست این کار دشوار را آیا شورای انتقالی موفق خواهد شد؟ برای بیچینی اینا شورای انتقالی در حدود یک ماست که اینا کار شروع کردن، اولین کار را که اینا میخواه انجام بده این مسئله است که این به اصطلاح تفاوت هایی که در درون شوراست به لحاظ گرایش، یک بخشی از اینا لیبرال ها هستند که در رأس آقای محمود جبریل است و علی طرحانه است، اینا یک تیم یک گروه هستند که تیم لیبرال است که البته در بیرون لیبیا فوق العاده اینا موثر است و محمود جبریل یکی از چهره های بسیار برجسته است و توانست که روابط دیپلماسی بسیار فعال را بین شورای ملی انتقالی و در خارج ایجاد بکنه، یه آدم نقش خیلی مهم میدارد آقای محمود جبریل و همونطور علی طرحانه و شاید هم العیساوی، اینا یک گروپی است که اینا به اصطلاح لیبرال و همونطور که عرض کردم روابط بیرونی فوق العاده دارن و دنیا به اینا جامعه جهانی و غربی ها به اینا احترام بسیار زیاد داره. وجود دارم در مورد شخص مصطفی عبدالجلیل که از بقایای رژیم نه از بقایا که اینا اکثرشون از بقایای گذشته است. گروپ دوم که اسلامگراها هستن که در رأسش آقای علی السلاوی هستن و سلیمان عبدالله بوقتوس و مجموعه از اینا، این یک گروه بسیار توانایی هستند که در داخل در بیرون اینا در حقیقت یک مقدار علامت سوال روی از اینا هستند که امکان داره اینا دنبال ایده های افرادگرایی اسلامی باشه، چون شما میدونید عبدالحکیم بلحاج رئیس شورای نظامی در طرابلس کسی هستند که بالاخره یک مدت متاسفانه در افغانستان در القاعده هم کار کردن در سال 80، این آدم در جبهه القاعده بود تو زمان با روسای نامی جنگیدن، علی عبدالحکیم بلحاج و مجموعه از افراد نظامی که هستن اینا در حقیقت متحدین بالفعل و بالقوه همین به اصلاح اسلامگراهای درون شورا هستن و یک گروه دیگه هم گروه چپ هستن، گروه به اصلاح چپی ها که اونا زیاد نقش نداره، در مجموع این دو گروه در درون شورای انتقالی در یک جدال مثبت سیاسی اینا قرار گرفتن، نه جدال منفی، جدال منفیش که همون مسلحانه و ایناست، اونتا در یک جدال مثبت سیاسی اینا قرار دارن و گفتن امروز در جدال منفی قرار بگیرن با توجه به سوالی که خدا نکنه که رقمی باشه، یعنی گرچه ما عرض کردم که تجربه 9 ماه حرکتی از اینا در داخل لیبیا نشان داد که این مجموعه علی رغم این تفاوت‌های فکری و ذهنی که بین از اینا وجود داره فوق العاده منافع ملی را در نظر گرفتن خوب عمل کردن، ولی تا اونجا که هدف مشخص بود شخص آقای قذافی بود، ولی برای مرحله بعدش برای مرحله بعدش همین عرض میکنم که اینا مصمم است برای اینکه در طی یک ماه از امروز در طی یک ماه اینا موفق شوه این اداره موقت را جور بکنه،
البته همه از اینا و فشار هم از ناحیه مردم هم زیاده و شما میبینید مجموعه این صحبت هایی که از رهبران جهان بعد از مرگ قذافی گفته شدن همه اصرار داره بر این که اینا وحدت یک پارچگی را حفظ بکنه و هرچه سریعتر اینا اداره موقت را اینا باید جور بکنه. این اولین مسئله است. بعد از تشکیل اداره موقت که او غیر از شورای انقلابی است که اداره موقت به 32 نفر خواهد بود، فعلا شورای ملی انتقالی 36 نفره. این اداره 22 نفره را وقتی که جور کردن اولین کار را که نام خود میخواهد بکنه که در یک زمان بندی هم کردن اون که در ظرف 4 ماه باید خلع صلاح عمومی صورت بگیره، به این معنا که تمام اسلحه‌هایی که در اختیار مردم گذاشته شده، در اختیار اقوام است، در اختیار تیفای مختلف هستند که در جنگ با آقای قذافی شریک بودند، اینا باید جمع شود و زیر یک مدیریت و زیر به اصطلاح به اردو و به پلیس لیبیا اینا باید گذاشته شود. این برنامه را اینا میخواهد در ظرف 4 ماه انجام بده. یعنی مسئله سومی که اینا مطرح کرده اینه که در ظرف 8 ماه اینا یک کنگره بسیار عمومی را ایجاد میکنه که در اون کنگره آقای مصطفی جلیل پیشنویس قانون اساسی را مطرح میکنه که در اون کنگره باید این قانون اساسی که لیبیا باید داشته باشه، قانون اساسی غیر از قذافی، این در این کنگره، در این کنگره مردمی باید این قانون چی؟ ما و شما لوی جرگه میگیم، باید این قانون در اینجا این پیشنویس به فیصله برسه و بعد از او بر اساس همین قانون اینا به اصطلاح چیکار میکنه؟ انتخابات پارلمانی رو در نظر گرفتن و همونطور انتخابات ریاست جمهوری رو که مجموعه این برنامه هایی که من الان عرض کردم از اداره موقت تا کنگره تا تصویب قانون اساسی تا انتخابات پارلمانی و تا انتخابات ریاست جمهوری، مجموعه اینها باید در ظرف 18 ماه به پایان برسه. بنابراین یک پروسه بسیار سنگین و دشواری است در مسیر شورا و شورا البته خوب تا هنوز خوب عمل کردن و البته شورای ملی انتقالی برای حمایت ناتو از این شورا در روزهای بعدی چگونه خواهد بود؟ آیا بدون حمایت ناتو پس از این شورا کاری خواهد توانست؟ ناتو به مفهوم نظامی شه دیگه تمام میشه. فردا اینا لیبیا رو به صورت یک کشور آزاد اعلام میکنه، بلا فاصله عملیات ناتو قطع میشه، دیگه ناتو مفهوم نظامی خره در لیبیا به طور کلی از دست میده. پشت جبهه بمونن. ولی لحاظ سیاسی، عرض کردم که ناتو این به اصطلاح 28 کشور عضو ناتو و به اضافه کشورهای عربی اینا به لحاظ شرایط بین المللی بسیار شرایط مساعد در شورای ملی انتقالی، یعنی همه کشورهای عربی و کشورهای اروپایی و تمام ممالک اروپایی همینطور که شورای از اینا را به رسمیت شناختن، در حدود 58 کشور این شورا را به رسمیت شناختن در حالی که یک شورای انتقالی بودن و به اندازه این شورا مؤثر بودن و زیبا عمل کردن که الان سوریه هم از این شورا تقلید کرده. یعنی ولی اگر این حمایت ناتو نمی بود که شورا کاری می توانست فکر کنید در برابر قذافی؟ عرض میکنم همین حمایت ناتو در بعد نظامی معنیش اینه که این شورا شورای خیلی موفقی بوده. در بعد سیاسی هم همین ناتو و همه کشورهای دیگه اینا این تعهد را دارن، همونطور که در زمان جنگ 48 کشور اینا را به رسمیت شناختن، الان که جنگ هم تمام میشه اینا طبیعتا وقتی اداره انتقالی را جور بده ابعاد به رسمیت شناختن دیپلماسی از اینا یعنی از این لحاظ خیلی گسترده و وسیع‌تر خواهد شد و اینا از این. و از طرف دیگه جنگ های داخلی هم من به نظر مال دوستای اشاره کردن من بسیار ضعیف، به خاطر اینکه کشورهایی که در پیرامون لیبیا ایجاد شدن مثل تونس، مثل مصر، اینا کشورهای هم مرز اینا هستن. اینا کشورهایی هستن که به لحاظ انقلابی اینا ایده های مشترک دارن، یعنی به اندازه اینا با هم دیگر نزدیک و متاثر از هم دیگر. شما میدونید که اینا یاد گرفتن دیگه، اول تونس شروع شد بعد مصر یاد گرفتن بعد از مصر. ولی این سه تا نمونه متفاوت هست. ناتو در اونها مداخله نکرده بود. بله اون مسئله گرس کردم که اون مسئله بسیار خونین بود، اونها تلفاتشون خیلی کمتر بود. آقای واقعا وارد یک جنگ داخلی نخواهد شد لیبیا و با توجه به همون پیشینه القاعده افرادی که در لیبیا وجود دارند چقدر زمینه برای گروه های مانند القاعده است در شرایط کنونی؟ ببینین قیامی که در مصر شد، در تونس شد و در لیبیا صورت گرفت، یک قیام اسلامی بود، یعنی مردم با شعار الله اکبر به میدان آمدن و ای به این معنا است که اسلام بوده که این مردم دور هم جمع کرده، وگرنه این قبایل چگونه میتونستن با هم یک جا شوند و یک هدف دنبال بکنن که سرنگونی قذافی بود. بنابراین با توجه به این مسئله باید گفت که این اسلامگراها هستند که در بعد نظامی قضیه بیشترین نقش داشتن و به من خاطر است که بیشتر که اشاره کردن جناب سفیر صاحب در مورد عبدالحکیم بلحاج
آقای بلحاج زمانی که در افغانستان بود و زمان القاعده به وجود نامده بود و البته تعداد زیادی از عرب ها در اینجا بودن که تعدادشان به کشورهای خود برگشتن. به هر حال چیزی که جای نگرانی داره البته برای دنیای غرب این است که لیبیا یک زرادخانه بزرگ سلاح‌های داشت که به درد جنگ‌های چریکی می‌خوره، از اون جمله مثلا سلاح‌های ضد هوایی، موشک‌های ضد هوایی که میشه از او در جنگ‌های چریکی استفاده کرد. گفته میشه که 15,000 موشک ضد هوایی در دیپوهای اسلحه لیبیا بوده که آل حدود 5,000 یا بیش از 5,000ش مفقود شده. مشخص نیست که کجا برده شده. به خاطر که در جنگ‌های زمینی که از سلاح ضد هوایی استفاده نمی‌کنن، اما این کسانی که بردن چرا بردن؟ بدون تردید اینا برای یک هدف خاص برده باشن. اینا یکی از مسائلی است که گفته شده که باید لیبی هر چه زودتر خلع سلاح شود. خلع سلاح تنها به این معنا نیست که سلاح از دست مردم گرفته شود، بلکه سلاح‌هایی که قذافی هم ذخیره کرده بود و ممکن است که آل به دست افراد ناباب بیفته باید اونو از بین برده شود. چیزی است که در ذهن ناتو هست و تا زمانی که کار صورت نگرفته باشه من فکر نمی کنم که نیروهای ناتو با سهولت و با آسانی از لیبی دست بردارن. در این حال لیبی یک کشور نفتخیز است، کشوری است ثروتمند و این مسئله هم سبب میشه که ما ببینیم که برخورد دنیای غرب با لیبی و با رژیم قذافی متفاوت باشه از رژیم حسد در سوریه و از رژیم یمن که در هر دویش مردم قتل عام میشن، اما در اونجا مسئله حمایت و دفاع از غیر نظامی اصلا مطرح نیست. بنابراین در اینجا مسائل اقتصادی هم هست. از این سبب اگر دنیای غرب در صدد ای باشه که در کشور مثل لیبی تسلط داشته باشه و او تسلط هم به شکلی باشه که نیروهایشان در اینجا باقی بمانند یا دست به کارهایی بزنن که ایجاد یک حکومت دست نشانده را در اونجا نشاندهی بکنه، من فکر میکنم که احتمال مقاومت وجود داره. نه تنها در اینجا وجود داره بلکه چون اطرافش هم کشورهایی هستند که در اون کشورها هم تقریبا هم فکر هستن اینا با هم. همیشه سرنگ قذافی از این غرب را هشدار میداد که اینجا گروه القاعده در نبودش جاگوزین خواهد شد. بدون شک یکی از حرفای بسیار زشتی که آقای قذافی گفت و تاریخ خود بدتر ساخت این بود که گفت که اگر ما سرنگون شوم بر اسرائیل خطر بزرگ است، یعنی به این معنا که ما تا به حال هر چیزی که بازداد اسرائیل گفته بودم همه حرفای ساختگی بوده. اینا مسائلی است که ما وقتی میبینیم و فکر میکنم که در اینجا دنیای غرب باید با بسیار احتیاط برخورد بکنه، به خاطر که لیبیا کشور متفاوت هست، کشور مردان هست که در اونجا در گذشته هم بر ضد استعمار مبارزه کردن و یک کشور عادی نیست مثل کشورهای دیگه که بتان در اونجا با سهولت پیروز شد. از اون سبب احتمال ای که با دخالت غرب و دخالت بیشتر غرب و با ای که احساس به وجود بیاید که غربی ها در صدد هستن که در اینجا کشور دستنشانده بسازن و در صدد ای باشن که غارت بکنن منابع طبیعی لیبیا را، در اون صورت من فکر میکنم که مقاومت به وجود خواهد آمد و ناامنی ها به وجود خواهد آمد. اگر غرب مداخله نکنه در این صورت در حالی که سلاح به دست این گروه ها است و این گروه ها هم قسمی که شما گفتین معلوم نیست که این سلاح به دست کی رسیده در این حالت ده اگر یک حکومت وحدت ملی به وجود بیاید که یک حکومتی که مورد توافق همه جناح باشه، همه قبایل باشه و حتی قبیله آقای قذافی هم از او کنار نمانه، حالا با توجه به زنده بودن سیف الاسلام که معلوم نیست سرنوشتش آیا در دست انقلابیون است یا نیست، اون خودش یک بحث داره. بله به هر حال یک حکومتی که همه در اونجا نقش خود مؤثر ببینن، در صورت من فکر میکنم که مشکل حل میشه. در غیر از او البته در صورتی که همه طور یک توافق به وجود نبیاید، یک حکومتی به وجود بیاید که در او بعضی خود از روند مصالحه سیاسی به دور بمانند، احساس میکنند در صورت احتمال داره که مشکلات ایجاد شد. آقای ترشتوال، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبران سایر کشورها در خاورمیانه هشدار داد که حکومت‌های استبدادی اونها هم سرنگون خواهد شد. کشته شدن قذافی حالا چه تأثیری در تعاملات منطقه خواهد گذاشت؟ شکی وجود نداره که واقعا که در پشت قضیه و گاهی اوقات هم در ظاهر قضیه در پشت همه تحولات خاورمیانه غربی ها و آمریکایی ها بودن، یک گپ بسیار واضح و مشخص است و در این هم شکی نداریم که کشورهای مثل لیبیا و کشورهایی که هنوز درگیر
جنگ هستن، مثل مثلا سوریه، مثل علی عبدالله صالح در یمن، یعنی شاهد یک چنین وضعیت قطعا باشن که یک چنین اتفاق ممکن است در منطقه بیفته. اما به هر صورتش ما خیلی خوشبینم نیستیم به این قضیه، چون اگر واقعا کشورهای غربی بخواهند که به بهانه تحقق دموکراسی به کشورهای خاورمیانه بیان، شما در کل کشورهای خاورمیانه عربی و خاورمیانه 20 چند تا کشوری که شما اصلا مدلی از نظام دموکراسی را واقعا نمیبینین. در کجا مثلا در عربستان دموکراسی است؟ در هیچ جای دموکراسی نیست. من فکر میکنم که وقتی که بحث دموکراسی پیش بیاد و آمریکایی ها از آدرس دموکراسی حمایت کنند، یک جنبه ارزشی پیدا میکنه و خیلی بسرسازی میکنه که اینها وارد میدان شوند. اما فکر میکنم قطعا جنگ جنگ ارزشی نیست، جنگ جنگ اقتصاد است، جنگ جنگ نفت است، جنگ جنگ های سیاسی است و به دنبال تسلط بر منطقه هستند که بیشترین ظرفیت ذخایر نفتی و گازی و گاز طبیعی اونها را در منطقه داره و بیشترین گستره سرزمینی جغرافیایی دنیا بر همین منطقه به نام خاورمیانه هست و از جنگ سردم به این طرف به عنوان یکی از اون 15 خوردن نظامی که غربی ها به شده به دنبال این هستن تسلط پیدا بکنن اینجاست. و در اون بحث هم یک بحث بسیار جدی است که خاورمیانه به عنوان یک خوردن نظام به سه تا بخش تقسیم شده که یک بخش هسته مرکزی هست که همین کشور لیبیا، مصر و کشورهای عربی در کل هسته مرکزی خاورمیانه هستند و بخش دیگه هم کشورهای حاشیه‌ای هستند و بخش دیگه هم کشورهای نیمبند یا درجه دو در نظام هستند که من فکر میکنم که تسلط تقریبا بر منطقه هارتلندی که اونا تصور کردن تقریبا به سرسازی کردن فراهم شده و ما باید به دقت محتاط ای باشیم که پس لرزه هایی به نفع غربی ها واقعا در منطقه تمام نشوه و این که واقعا اسلامگراها حکومت به دست بگیرن، من خیلی بعید میدانم این قضیه را، چون هنوز مثل که در مصر این اتفاق نیفتاده ما خیلی به این گپ امیدوار نیستم، در حالی که ما خوش داریم که واقعا خاورمیانه اسلامی کلان به وجود بیاد که من فکر میکنیم که اینها هم گپای خیلی شاید رویایی فعلا باشه. به هر حالتش وضعیتی که فعلا در منطقه اتفاق افتاده ما فقط به پس لرزه های از توجه بکنیم و مدلی هم که در لیبیا بود که مدل دیسپوتیزم یا دیکتاتوری بود، این مدل هم پایان پیدا کرده و شاهد یک مدل نوی باشیم که حداقل دیدگاه های مردم را بازتاب بده. با سپاس از حضور عرصه مهمان ما در این بحث و از حوصله مندی شما هم برای دیدن این بحث، از جانب من یما سیاوش به اتفاق سایر همکارانم هم شب شما خوش.